در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری دقت داشته باشید بچه این اگر قشای داخلی میتوکندری باشه شما 4 پنج تا پروتئین اینجا میدیدید خب که سه تاش سراسری بود و دو تاش بین این سراسری ها بودن که داخل قشا قرار گرفته بود خب این اولیه فقط در واقع از اناده هاش میمد الکترون میگرفت که تبدیل میشد به اناده مثبت و بزنیم این مثبتش رو درست کنیم اناده مثبت و این دومی هم در واقع از افاده هاش دو الکترون میگیره دقت داشته باشید شما من اگر بخوام الکترون های اناده هاش رو نشون بدم با رنگ مثلا سیاه میاد توی این بعد همینجوری منتقل میشه تا در نهایت برسه به اکسیژن اگر بخوایم الکترون های افاده هاشتو رو هم نشون بدیم اول میاد داخل این بعد منتقل میشه اینجا به اینجا اینجا و اینجا خب بریم ببینیم چی گفته گفته هر پمپ پروتونی بچه پمپ این ستا این ستا سراسری ها میشن پمپ از انرژی الکترون تنها یک نوع حامل بچه نگاه کنید این پمپ هم خط قرمز بهش اومده هم خط سیاه یعنی از هر دونو استفاده میکنه اما این پمپ اولیه فقط از اناده هاش استفاده میکنه این پمپ آخری هم از هر دونو پس این دوتا از هر دونو این فقط از اناده هاش پس تنها هر پمپ تنها از یک نو حامل غلطه مولکول های افاده هاش تو انرژی لازم برای فعالیت تمام پمپ های هیدروژنی رو تامین میکنه شما میدونید پمپ اول الکترون از افاده هاش نمیگیره پس غلطه این تمامش غلطه های اکسیژن به عنوان آخرین پذیرنده الکترون آخرین کسی که الکترون آخرین چیزی که الکترون ها رو داره میگیره در سطح داخلی قشای درونی حضور دارند بله کاملا درسته های ATP در سمتی از قشا که تراکم پروتون ها بیشتر است تولید می شود بچا های ATP توی درون قشا درونی داره انجام میشه که تراکم پروتون ها اتفاقا کمتر است این کمتر است و پاسخ این سوال میشه گزینه سوم